چالش کسی میخواد؟ شما خواهد خانم اسدالله. بچه ها اشتباه نکنید، من سن پدرتون رو دارم کردن و همه شهروند ساده بودم. الان یه پست مدیریتی مهم گرفتم، جو گرفتم، بلند شدم داد بیداد کردم. یعنی اصلا دارید کامل اشتباه میکنید و کسایی که دارن سوار این موج میشن، چون من که میدونم شهرم، کسایی که دارن سوار این موج میشن دارید خودتون رو برای من مشکوک میکنین. یعنی اصلا نمیدونم چرا اینقدر اصرار دارین. معلومه که اوورکت دارم نگاه میکنم، چون میتونم برای شر این دفعه یه کاری بکنم. آره دقت میکنم به قیافه. موج سواری نکنید لطفاً. چی نگو بشین بابا. اجازه میدین خانم؟ حواس تکلیف شما مشخص بکنم. لجه ما رو در نیارید. خود این لجمون رو در میارید دیگه. چون شما نگران فالووراتون هم هستین، اونا هم لجشون در میاد. خانم به شما، شما بازیگری نقش کلوپاترا بهت بدن چیکار میکنی؟ چه خونی به پا میشه؟ اه شما داری یه کار عجیب غریب میکنه، همه نگاه میکنن، اینجوری کسی نگاه میکنه؟ خواهش کردم ازتون، من مخصوصا میگم شما مافیا هستین که ببخشید اینطوری میگم، برید که خدا آرامش داشته باشید. خوب گوش کنید سه جواد جان، اون دفعه هم همین کارو کرد، بلند شد گفتش فلان و بهمان و استقبالم کردید و اینا. اما شما الان یه جوری داری نگاه میکنی که ایشون مافیاست، درسته؟ حرفات اینجوری نشون میده دیگه. اگر مافیاست چرا با ایشون که شهره؟ از فحوای کلامتون دارم عرض میکنم دیگه. شما برگشتین گفتین چرا امیرعلی بلند میشه سر دست، این جمله کنایتن یعنی که امیرعلی مافیاست. این چرا همچین استدلالی داره؟ خب اگر میدونین احتمالاً شهره و احتمالاً اون مافیا، این دوتا رو میبرید توی دعوا واسه چی؟ بیاریمشون بالا. این یه نکته داشته باشین. حالا امیرعلی اینو گوش کن معین جان، من تارگتم کیه؟ اصلا فکر نکردی؟ معلومه فکر نمی‌کنی، مثلا مهم نیستش، قلم کاغذ فراموش شد، میرزا نویسی مستقیما رفتش به سمت دیگری. نه عزیز من، تارگتت منم، منم تارگتم اینه، بعد تو تارگتت جفت ماست، درسته؟ اینم در نظر بگیرید. ارسلان یه خورده مشکوکم بهت، یه خورده سرکار خانم، خواهش کردم ازتون، چون شهر بدبخت میشه. بذار منم میدونه بزنم. من به من چالش داده بود اگر از آره به آقا سید عوض میخوام آقا شکرم ببخش نباش شرمنده دشمن بابا حواسم شبه تو نیست ببخش بابا ولکام قربونه تو رومانتیک شد بچه همه یه فرضمونو الان با این راهی که داریم میریم داریم میذاریم بر اساس این که عباس غزالی شهر بوده است و کارتش هم گذاشته جلوی شهر، یعنی نتونسته خودش دفاع بکنه که بمونه، نتونسته یه مافیا پیدا کنه که بذاره جلوش. یعنی دارین این فرضو میگین که من نمیتونم ثابتش بکنم، من نمیتونم ثابتش بکنم. عباس غزالی شهر بوده است و کارتش هم گذاشته جلوی شهر. متمرکز لطفاً عباس. یعنی نمیدونم، شاید شهر بوده باشه میتونسته بذاره جلوی مافیا. اینا رو من نمیدونم الان، یه ذره گیجم. اون چیزی رو که میدونم اینه که ارسلان قاسمی رأی دو داد بهش و بلند شد حرف زد گفت من ندادم. الان میگن کی رأی داد دستشو نمیاره بالا. چرا رأی خروج بهش دادی؟ چرا الان گردن نمیگیری رأی خروج بهش دادی؟ شما میدونستی این رأی خروج داره داده و گردن نمیگیره؟ چرا نگفتی؟ بابا چی کار داریم میکنین همه؟ بابا چی کار داریم میکنین همه؟ برای آقای عباس غزالی میشمارم. یک، دو، سه، چهار، پنج. عباس جان، بیا اینجا پیشم. خانم شما دلیل نیاوردی که چرا اونو دادی بیرون؟ چون شما دادی اونو بیرون؟ چون میخواستی یکی مربیا گفتن یکی رو بدین بیرون راه بیفته؟ خانم شما مشکوکی؟ آقا شما همینجوری دستو بردی بالا که من اون به من رأی داد، من به اون چشم هم چشمیه مگه؟ پاتختیه مگه؟ تو که معتقدی اون شهره، برای چی دستو میبری بالا براش؟ میری بیرون بعدا میارن تو دیگه. من چی کار کنم اینجا وسط؟ نمیدونم کی بد بازی میکنه، کی مافیاست واقعا. الان چه گرفتاریه ما شدیم؟ خانم شما چرا اصلا حرف نمیزنی؟ این همه به شما گفتم تارگت زد، من گفتم این بهتون تارگت زد. خودی که خب بگو یه جنبندی بکن، یه کمکی بکن.
نقش. نقشه رو تاثیر گذاشته پاتختی علی. اینجوری تو نقش رفتی نه؟ بابا دمت گرم. مراقب باش. آخه این اینجوری که منم اینجوری کردم. آقا من چالش داداش منو نمیندازیم بیرون. داداش منو نمیندازیم بیرون. چقدر تو بازیکن شریفی هستی. چقدر جذابه و چقدر شریفه. آقا مگه مافیا پیدا نمی‌کنیم بندازیم بیرون دیگه؟ مسخره کردی آقا منو بنداز بیرون دیگه. میگه اجماع داره، میگه اجماع کنید. اجماع کنید تو رو خدا. آقا اجماع کنید، خواهش میکنم اجماع کنید منو بیارین این وسط. آقا من مافیا، منو بیارین وسط دیگه. این جدی ترین حالت زندگی منه، میخوام ایستاده بمیرم. خواهش میکنم نخوابونی منو، بذار من ایستاده بمیرم اینجا. خواهش کردم، خواهش میکنم دستتون رو بیارین واسه من بالا. دستی که واسه من بیاد بالا رو میبوسم. بیارین بالا، من مافیا هم داره یار فروشی میکنم، من یارشم. آقا منو بیارین بالا، خواهش کردم. قربونتون بشم، شما که مافیا سوم پیدا کردین، منم که میخوام خانم افشاری تو بهش ملاقات کنم. منم که میخوام خانم افشاری تو بهش ملاقات کنم. من با ایشون ملاقات دارم. منو ایستاده بیارین بالا. اگر نیارین ترسوترین شهری هستین که من تو زندگیم دیدم. واقعا شهر ترسوی هستین. اگر نیارین ترسوترین شهری هستین که من تو زندگیم دیدم. نفر آخر آقای تشکر لطفا. بچه دیگه نظم رو باید بعد شما صحبت کنم. بفهم آقای صفوری، من به خاطر کلکل همیشگی که از قبلا در بازی ها داریم به شما گفتم که من میخوام ایستاده بمیرم. نمیخوام آقا، من نمیخوام با رأی شما از این بازی برم بیرون. اصلا یه دست دو دست دیگه برم، ولی با رأی شما از این بازی نمیخوام خارج بشم. همشهریکن خیلی برای ما تابلو. آقای کی گفت عاشقانی؟ خیلی همشهری که این تابلو، بخاطر اینکه اصلا قبل از اینکه گاد بخونه تفتیر کشید سمتتون. آقای مجید و عاشقانی مافیای بازی هستن. خیلی همشهری که این تابلو، بخاطر اینکه اصلا قبل از اینکه گاد بخونه تفتیر کشید سمتتون. من میل قلبیم به بیرون دادن خانم ها این بازی نیست، چون کلن سه نفریم و اگر بریم بیرون باید بشینن شماها رو نگاه کنن. خیلی هم فکر نمی کنم برای مخاطبین جالب باشه فقط آقایون رو ببینن. به همین خاطر با عشق، علاقه، احترام خانم حسن پور که همتون رو اجماع کردیم بدیم بیرون، به خاطر اینکه الان میرن بیرون فیس آف میفته، ما گرفتاریم بازم، حالا هستیم فعلا. دوستان عزیز یه لحظه فقط کوتاه هم صحبت میکنم، چون دوباره باید همون توضیح واضحات بدم. آقای مجید واشقانی، اول گفتم یه خواهشی میکنم، اگر توانایی دارید هی نگید توانایی دارم. خانم یوسفی هی نگید من کارم انجام میدم. این کارم انجام میدم یعنی منو قطعی 100% شهروند بدونید که یک توانایی هم دارم. خب این فعلا مال شما، الان باید خودم دفاع بکنم، شما رو گذاشتم کنار. آقای واشقانی دو تا موضوع رو مطرح کرد، من پاشدم دو تا موضوع آقای واشقانی رو توضیح دادم. پشت من دوباره آقای تشکر اومده همونا رو میگه، یعنی هیچ چیزی اضافه نکرد. آقای تشکر همون چیزایی که مجید واشقانی گفت پاشد بدون این که بگه فقط همینو گفت. منو راضی نکردی. به دردم نخور. به نام جان قشنگ بازی میکنی، خوشگل بازی میکنی، ولی این مجید واشقانی، این علی سالی حرف میزنه. شما هم حرف بزن، بازی نکن، ولی پا میشی. مجید واشقانی منو زده، چون مجیدم جز به کساییه که ما قبولش داریم تو شهر. وقتی شهر باشه خیالمون راحته، شما هم پا میشی. <تص->
چیزی به من ندادی. من چی باید به شما بدم؟ به من بگو من چی باید به شما بدم؟ سر حال شدم. وای وای وای. نه واقعا چیزی دو تا سه تا نفس عمیق و آقا من دفعه همین بود. خواهش میکنم دوستان شهروند، اونایی که شهروندن، یه لحظه خنده رو نگه دارین. به من رأی بدین من برم بیرون. ببینم کنستانتین فقط یه بار میتونه برگرده. آقا من برای شهر فدا میشم. بدین من برم بیرون. آقا از این واضح‌تر انا جان یه لحظه کامیز جان هم قد بی ادبی نشه. من از بهنام بزرگترم و سنی هم قد بی ادبی نشه. جدی میگی؟ بنده از بهنام تشکر دو سال ما 30 ساله با هم رفیقیم و بنده هم دو سال بزرگتر از ایشونم. جدی بزرگتر؟ اینو عرض کنم یه موقع هم قد بی ادبی نشه به بزرگتر از خودم اسا ادب کردم. بابا اسا ادب نکردی اصلا. عجب بیبی فیس. من نوبتم انقدر عجله داشتم که حرفام چون حرفام یادم میرفت نوبتمو چالش گرفته بودم حرفامو زدم در مورد اون موضوعی که شما گفتین. خانم من انقدر خوابم میاد که فقط دنبال این بودم که ببینم امیرعلی نوویان آیا بین دو نفری رو که شهر اجماع کرده بین به به بین دو نفری که شهر اجماع کرده کدوم بیشتر میخواد که بره بیرون کدوم بمونه. دنبال اون بودم. شما دنبال این هستی اصلا هر جا هستی موفق باشی. متوجه شدین؟ هر جا هستی موفق باشین. من یک شهروند ابیلیتی نه خانم. آره شما من اگه بخوام بگم که من باید به شما بگم. شما دوتا خانم هر موقع بلند شد میگید کی بود گفت شما گفتین که امیرحسین چیز شما تارگت رو جواب دادم. شما هر موقع پا شدین برگشتین گفتین ما برای شهر مفیدیم، ما برای شهر مفیدیم. آقا امشب منو بزنین، بعدش از فردا و پس فردا شما رو بزنین ببینیم ابیلیتی شما چی بوده که شهر نمیدونسته. شما چی کار برای شهر؟ نه شما هم به اندازه ایشون گفتین. متشکرم. بچه‌ها من برای من چقدر بد این قسمه. کش منو میکشی. این کش خانم افشاری میمد تو. آقا من چی اشکال نداره؟ ناراحت نمیشی؟ آه اوکی شما داداش با من این خورشید پشکش به ماست. بزنیم بهشون. من ایشونو میگم چیز کنه. منو میبینی؟ آه شما بین سه نفر گیر کردی. اوه دیگه خیلی پشمان. ایشون آخه تو از اول یه حس میدونی تو اگه مافیا باشی چهره چه مافیا هست. این نیست. از تو بخوریم منطقیه، از این بخوریم خیلی دردناک. نه نمیخوره. من دوست دارم نمیدونم ولی حالا اگه رفتیم شب فقط تیم مافیا از خواب بیداشن با کمترین حرکت موجود همدیگر ببینن. در خانه بازی آتا دور بازی گودمن بازی هم دیگر رو شناسایی کنن. خدا که فردا رو مرتب کنن برای خودشون. شناسایی کردن هم دیگر رو بخوابن لطفا. 3 2 1 همه خواب. تیم مافیا از خواب بیدار شدن. پدرخوانده بازی به من اعلام کند که تصمیم چیست. آیا شبیه می کنند؟ آیا از حس ششم استفاده می کنند؟ یا چی؟
من علی صبوری رو گردن میگیرم، ساید من همین امشب با علی صبوری در میاد، استعلام میاد میخونی مافیا بهتون قول میده. دور متوجه شدم آفیا. خب من نقشه شما رو باطل میکنم، الان نقشه رو براتون میچینم این نبات، اجراش میکنیم و شما این آرزو رو با خودت به بیرون میبریم. خانم بابایان از من پرسیدی چرا من مافیاتم؟ دلیلم رو که آقای نبویان لطف کردن گفتن چون من لال بودم. دلیل قبلی اولین تارگت من شما بودیم به این دلیل که شما رو میشناسم، و سوم این که شما یه جوری ترسیده بودی که وقتی وای میستادی حرف میزدی میتونیم ویدیو چک کنیم، داشت این میز میلرزید و تمام صدای شما داشت میلرزید، خود درست هم درویش داریم. حالا اونا که رفتن و اینا هیچی، تعلان هم که خودتون پیداش کرد. ما امروز یه شهروند میدیم بیرون، خودم میرم بیرون. نه گوش کن، من فیسافو میگم. ببین دو تا کارت مونده، من فیسافو میکشم، شب یه شهروند میزنه دست بعد دوباره یک شهروند بدین بیرون. فیسافو بکشی بذار جلو خودش دیگه، چرا کجا داری؟ چرا الان منو بدین بیرون؟ گوش کن آقای نبویان، منو بدین بیرون، چون من نرم بیرون میزنه شب، فرقی نمیکنه، منو بدین بیرون، شاید من فیساف کشیدم، چرا بذارم جلو؟ شهر میشه. آهان آفرین، آره به این فکر نکرد. امیرحسین به این فکر نکرد. بله درست گفتی، نقشه رو فقط فیسافو باید بذاریم جلو خودش. خب دیگه این یک، واقعا بمیرم برای شهری که لئون نداره، اونم از دقیقه صفر مرزی. آقای نبویان فقط یه نکته بگم، اون چیزی که خانم بابایان گفتی چرا رأی ندی، بخوام که منم مثل امیر کربلایی زاده داشتم ایشون نگام کنم. ولش کن، شما میخواین انجام بدین این کارو؟ خیلی خوب، اگر هم فیس آف نیومد یه کارت دیگه مونده آقای دیرباز، دو کارت مونده، اگر نشد یکی دیگه مونم با سال شب نمیذاریم اونطوری مجید نکن. من پیشنهادم اینه ما به دلایلی که شهروندا میدونیم خانم افشاری رو نگه داریم، اتفاقا نه خانم افشاری نگه داریم، من میرم بیرون، من کارت فیس آفو میارم، تغییر چهره رو میارم. آقا گوش کن منو بدین. شما میکید شما. بابا شهر ماشاءالله پر پهلوونه. میگه ولش کن خانوما نرم، من میرم تو آتیش، من جسد رو هم میارم بیرون. نه این فرصت رو به شما نمیدیم. بابا دمت گرم آقای رستمی، برای کشتن شما مردونگی رو تموم کرد. ساکرینش روشه دیگه، رستمیه. آره دیگه، دو دست پیش گردن میگرفتید انقدر شهر مردونه بود، چرا گردن نمیگرفت؟ ولی بچه ها این سناریویی که من گفتم اتفاق میفته، میریم و میبینیم شما به جون هم میفتید و همدیگر رو میکشید. یادتون باشه چی گفتم، من به شما اولین نفری بودم که بال زدم و گفتم پژمان بازقی رو ندید بیرون، من مافیای بازی بودم، من پای پژمان وایستادم ولی شهر وای نستاد. شما از امشب همدیگر رو میکشید، همین امشب، حتی با همین سناریویی که خانم افشاری گفتن. خانم افشاری من شما رو نخواهم زد، دکتر بازی خود یعنی اصلا هیچ انرژی رو شما نگذاره، داریم با هم الان بچه رو بازی میکنیم، خیلی هم گفتم بازی جذاب میشه.
این تابلو بودی مجید از همه اول. بعد میگی مافیا دارم تو جیبم، چون دیدی همه ریختن روی خانم پروانه، میگی مافیا معلومه دیگه. میشنم اما اولا من گفتم خیلی مشخص بودی تو، ولی من به نظرم این کار رو نکنیم. از کجا؟ خب بیا از این زاویه نگاه کنیم. از کجا معلوم؟ نه آخه از کجا معلوم شما بری اون کارتو برداری و شما که رفتی بیرون، بعد ما ایشون یکی رو بکشه، بعد فرداش ما یکی دیگه بره بیرون یه فیس آف دیگه برداره، خب میبازیم که بگم تش تو بدترین حالت اینه که سه نفر میشین با ایشون دیگه. شما که نمیای دوباره به مجید دست بدی که. نه نمیخوام حرف بزنی آقا، من امشب منو بدین بیرون، یا شانس و یا اقبال دیگه. بفرم منم حاضرم اگه بهم بگی پهلوون برم بیرون کارت بکشم. بابا بوی مرد خفمون کرد. آقای بابای بفر. آقا یه دوتا چی اینقدر این باب سفت و محکم حرف میزنه؟ شب میکشیدم دیگره. من یه روز و یه شبی که بیرون بودم یه چیزی رو نفهمیدم. سال گودمنه که اعلام شد. بچه شما شنیدین؟ و اینکه نوستراداموس که اول بازی گفتم احتمال داره تو ساید مافیا بازی کنه. نمیدونم، این یه گرفتاری که ممکنه باشه. فعلا من عقل نصف نیمم به این میرسه که همین روش که شما میگی بریم خانم افشاری، ولی اون نوستراداموس یونس نمیدونم. بچه چرا فکر میکنی همچیه واضحی رو اینقدر باید برای من توضیح بدیم؟ من که میفهمم اینا رو میگی آقا شما برو اونجا فیساف بکش بزنش بازی تموم شد. سر صحبت آقای واشقانی بود، رأی برای دفاع آقای واشقانی میشمرم. رأی برای خانم افشاری میشمرم. با سه تا هم میرم بیرون دیگه. دو سه. رأی برای آقای رستمی. رأی برای آقای شجره. رأی برای آقای حسام و آقای باربود و آقای نبویان. تک دفاع خانوم بهاره افشاری. بچه من شهر بازیم با منو ندید بیرون. خیلی خوب دیگه اجماع کنید برم. یه حق رای اینجا گرفتیم، ادامه بدیم حالا جذاب دوره همید دیگه. رای گیری کنید، من دفاعی ندارم. رای خروج برای خانم بهاره افشاری منهای آقای باربود. یک دو سه بفر. بله شهره دو تا داریم، فیسافو بدین بالا پایین. فیساف دوست داری؟ تغییر چهره دوست داری؟ رویه معامله کنیم، عوض کنیم. هی بابا تو خدا استرس ندیم. یه دونه تیرکسات میگیرم اون یکی رو بهت میدم. چه؟ بله بفهم. اه؟ تیرکس میدی؟ اینو بگیرم فیساف رو میدیم به؟ نه اون یکی رو بدم بهت. ها؟ نه همین همین که کشیدی؟ مطمئن؟ بله. پشیمون نمیشی؟ دستبند دیدی گفتم نمیگیری. دستبند خب دیگه الان دستبند میزنم فردا شنبه دیگه بدین. دستبند رو به هر کسی بزنید. آقای باشقانی توانایی شاد دست میده. آقای باشقانی تشویق کنید فردا هم شنبه بدیم ببینیم. تشویق کنید خانم افشاری و دستبند رو به آقای واشقانی زدن. دوستان خیلی ازتون عذر میخوام، بیننده های عزیز خیلی ازتون عذر میخوام، ولی میخوام یه چیزی بهتون بگم. منو تو روز بدید بیرون با اون کار تا پدر شهر رو در میارم، تو شب بدید بیرون براتون بهتره، ولی ندیدم شب شهر رو بفنم. خیلی دوست داشتم چالش بگیرم، بیشتر صحبت کنم، تو تن خودم صحبت میکنم، ولی شهروند این بازی رو خواهد باخت و خیلی خوشحالم که شو شدم. خیلی کیف. چرا چالش میدی به مافیایی که افشا شده؟ خب دیگه همینجوری عقبیم، ولش کن. کاش نمیگفتی. چرا پشت دست من بازی میکنی؟ اصلا یه چیزی پاشودی گفتی که یه ذره داری منو به شک میندازی. اصلا کاری به میز شما ندارم. انقدر اینور اوضاع خرابه، اینکه هیچی. الان که هر چه زودتر باید بری بیرون، چون خطرناکه، افشا شدهش هم خطرناکه. ولی اصلا تکلیفشون رو مشخص کنی، صحبت اصلا حتی نداره. یکی سری با رأی گیری بره بیرون. لئون خواهش میکنم بزن. حالا بعد دو نفره بره بیرون. دو تا ما، یعنی اگر آقای بنفشه خواهم به نظر من مافیاست بره بیرون، دو تا مافیا دادیم بیرون.
چالش شما میخواستی؟ بله الان که دیگه وقت چالش نیست خانم، بفرمایید. ایشون بهتون میدن ایشالا. کسی چالش میخواد؟ بله چالش نمیده. بله گفتم به نفعتونه که منو شب بده لئون تیر بزنه، به خاطر اینکه برم قطعا اونجا اصلا خورده بوش بهم که فیس آف میاد و قطعا جلوی شهر میذارم و شهر وضعیتش بدتر میشه. واقعا ببخش بچه ها، از واسه من هرس نخور. آقای بنفشه من چالشم رو میدم به آقای نادری. خب برمه چون یخوشه. چند تا اتفاق، یک راجع به صحبت خانم پروانه اینو بگم، ما میتونیم بسپریمش لئون بزنه، اما ممکنه که دو اتفاق بیفته، ابیلیتی لئون رو بگیرن، دو اینکه ممکنه که چیز باشه، اصلا زره داشته باشه و پدرخوانده باشه. با عزیزم الان میام گفتم مشورت به هم میده اسبم. اسب بیژن بود داری فکر ای؟ خب پس نه، یعنی داشت به اسب بیژن مشورت یه چیز بدی بهش. ما اسبمون هم با هم قربونت برم. آیچ که خودتون میدونید سرش قهوهاتون رو نوشیدی؟ خوشمزه بود. کافئین هم نداره. اول یکی از خانوما رو میخوام خواهش کنم که یه خود عقب‌تر بره. خانم امیر سلیمانی خیلی تنها سفلی تو تکیه نشسته اون. کدومتون دوست شما میخواه بری؟ منم. شما میخواه بری؟ ها شما. فرقی اصلا نمی‌کنه. سهرا رو تشویق کنید خود رو عقب‌تر. خیلی. بره عقب‌تر. آقا شما چی شد برگشتی سر جا نوستراداموس بودی نه؟ بله قربان. نوستراداموس جان. نوستراداموس کارش اینه که پیش بینی میکنه نه؟ بله قربان. آیا میتونی پیش بینی کنی در جمع مافیاها کیا هستن؟ پیش بینی کنم؟ آره. چیزی به ذهن هم نمیرسه. حالا یه فشاری بیار بگو، من خواهش میکنم. یس. کیه؟ فرزاد حسنی. خب. معین زندی. خب. سومیش. باشین شما دوتا، این دوتا رو درست گفت. آره. آخریش. ببین بین خریداری شده ها اسمایل چقدر بابا؟ آقا ساکت بوده. بین خریداری شده ها ترجیح میدم بگم محمد نادری، دوست ندارم سه جواب مافیا سرکار خانم بیسید. سه مافیای موجود در بازی تو بدی خانم ایرانی آقای فرزاد حسنی و آفرین کمن من جورت ندارم بهش بگم ما میدونم شما دو تا رو شهروند دارم با هم بازی. آخه ابنت کوگرمش کنه باشه.